با عرض سلام و ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز، از جلسه امروز میخوایم آروم آروم وارد مسائل امنیت اطلاعات بشیم. چندین جلسه با تقریبا ترمینال لینوکس کار کردیم و یه آشنای مقدماتی رو روی دستورات لینوکس پیدا کردیم. این جلسه میخوام وارد بحث امنیت اطلاعات بشم و ببینیم اول در زمینه امنیت اطلاعات چه دوره هایی وجود داره و یک نفر اگر بخواد در زمینه امنیت اطلاعات خبره بشه و اصول امنیت اطلاعات رو یاد بگیره چه دوره هایی رو باید بگذرونه و در مصن فنی عمومیه این دوره ها ارائه میشه یا نه. خب ببینید، اول یه نکته در ذهنتون داشته باشید. ببینید یه نفر میاد مثلا فکر میکنه با دو تا ابزار کوچیکی که پیدا کرده یا دو تا مثلا مقاله یا کتابی که خونده میتونه در زمینه امنیت اطلاعات یا مثلا مباحث هک و اینا تسلط پیدا کنه. این کاملا موضوع اشتباهی هستش. دوره امنیت اطلاعات یک بحث خیلی گسترده هستش. چند حدود بشه گفت 20 تا دوره داره که کسی اگر این 20 تا دوره رو کامل گذرونده باشه میتونه در زمینه امنیت اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشه. در مورد فنی ما هم که خب خودتون میدونید یه سری دوره ها در این زمینه راه میشه. من یه توضیحاتی در مورد اصلا بحث امنیت اطلاعات و دوره هاشون بهتون بگم. ببینید، خب بحث امنیت اطلاعات یا Information Security به صورت کلی اگر بخوایم بحث امنیت اطلاعات رو به چند دسته تقسیم کنیم، بحث‌های Offensive Security، بحث‌های Forensic Security و Defensive و بحث‌های Management رو داریم. Offensive Security رو اگه بخوایم، یعنی از شما کسی بپرسه که امنیت اطلاعات به چندین دسته اصلی تقسیم میشه، ما دسته های آفنسیو سکیوریتی یا بحث های همون به عبارتی تست نفوذ و بحث های حملات رو تو این قسمت بررسی میکنیم. بحث های آفنسیو سکیوریتی مربوط به مباحث اتک و بحث های تست نفوذ و اینها هستن. فارنزیک سکیوریتی بحث های مربوط به چطوری بهتون بگم، بحث های مربوط به جرم شناسی و بحث های دوره های مقابله با حوادث هم میشه گفت، حوادث اینترنتی یا بحث هکینگ رو میشه تو این دوره مطرح کرد. بحث های دیفنسیو سکیوریتی بحث های دفاع امنیتی هستش و دوره هایی در این زمینه هستش که به مباحث دفاع امنیتی میشه. و بحث آخر بحث های منیجمنت سکیوریتی انفورمیشن رو داریم که بحث های مدیریت امنیت اطلاعات محسوب میشه. بس اگر به صورت کلی بخوایم مدارک امنیت اطلاعات رو تقسیم بندی کنیم، ما 4 سطح دستبندی مدارک امنیت اطلاعات رو داریم. بحث‌های آفنسیو سکیوریتی و فارنزیک سکیوریتی و دیفنسیو سکیوریتی و در نهایت بحث‌های منیجمنت انفورمیشن سکیوریتی هستش. خب اما بریم دونه دونه اینا رو من یه مقدار بهتون توضیح بدم که یک آشنای کلی با این دوره ها داشته باشید و بعد وارد جزئیات هر کدوم از این دوره ها خواهیم شد. ببینید، و اولین بحثی که وقتی یه نفر میخواد وارد دنیای امنیت اطلاعات بشه و با اصول امنیت اطلاعات رو یاد بگیره یا به عبارتی مباحث هک و مقابله با هک رو یاد بگیره و اینا، اولین بحث هایی که به دانشجو در این زمین آموزش داده میشه مباحث آفنسیو سکیوریتی هستن، یعنی بحث های مربوط به اتکتینگ و تست نفوذ و اینجور موارد هستن. خب که از اولین دوره، یعنی بعد و ورود به این دوره ها، دوره CH یا همون هکرهای قانونمند هستش که طرف وقتی این دوره رو گذروند و اینا بهشون میگن تقریبا این شروع دوره های هکر های کراسفیت هستش که دوره سیتمون هستش. توضیح خواهم داد چه سرفصل‌هایی داره، چه مباحثی هست، فقط که کلیاتشو بدونید که اولین دوره از دوره های تست نفوذ ما یا آفنسیو سکیوریتی ما مبحث چی هست؟ سیت هستش. پیش نیاز همه دوره های امنیت اطلاعات هم همین دوره هستش.
شما هر دوره امنیت اطلاعات رو باید بگذرونید، اولین پیش نیازش دوره CS است. بعد از دوره CS معمولا مدرک PWK رو به دانشجویان آموزش میدیم. دوره های تست نفوذ با کاری لینوکس هستش، پنتنشن تست ویت کاری لینوکس هستش، یکی از دوره های خیلی معروف در بحث آفنسیو سکیوریتی هستش که از طریق شرکت آفنسیو سکیوریتی هم ارائه میشه. یک دوره خیلی قدرتمند با آشنایی با کاری لینوکس و بحث های تست نفوذ در کاری لینوکس هستش. دومین دوره‌ای که به دانشجویان در این زمینه آموزش داده میشه در مجتمع دوره تست نفوذ با کاری لینوکس و پی دبلیو کا هستش. ببینید، من این توضیحاتی که به شما میگم میخوام اینو تو ذهنتون جا بیفته. یعنی این نفر میخواد بگه من وارد دنیای امنیت اطلاعات شدم یا با مباحث امنیت اطلاعات آشنا شدم و اینا، یه شبه نمیشه. یه شب بخوابی دو تا نرم‌افزار پیدا کنی، بخوای مثلا به خودت بگی مثلا من به فرض مثلا فردا یه هکر هستم و نمیدونم، اینا همشون اینا خوابی پیش نیست. و حتی اگر کسی بخواد در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشه، حتی اگرش اگر به صورت ورکشاپی هم بخواد در دوره بگذرونه و به صورت دوره فشرده دوره بگذرونه، حتی اگر یک تا یک و نیم ساعت کار داره در گذروندن این دوره ها. اینطوری نیست که یه دفعه بشه یه نفر در زمین امنیت اطلاعات خبره بشه و حرفی برای گفتن داشته باشه. اینو تاکید میکنم که اون معمولا دوستان یا دانشجویی که تازه ورود هستن یا آکادمیک وارد دانشگاه میشن و اینا فکر میکنن یک شبه میشه یه 100 سال رفت، که این کلا اشتباه هستش. ببینید، باید به صورت پایی و اصولی پایه به پایه استپ با استپ دوره های امنیت اطلاعات رو بگذرونید. بعد از گذراندن دوره های امنیت اطلاعات واقعا تبدیل به نفر خبره میشید و حرفی برای گفتن در زمین امنیت اطلاعات خواهید داشت. دوره بعدی که در زمین دوره های تست نفوذ، ببین من به ترتیب دارم میام، یعنی از دوره های تست نفوذ یا آفنسیو سکیوریتی، ما دوره سومی که ما به دانشجویان ارائه میدیم دوره سنس 504 است. من یه توضیح در مورد دوره های شرکت سنس بگم. اصلا در تمامی کشورها تکنیسیان های امنیت اطلاعات، چه در زمینه شرکت های پیمانکاران امنیتی و چه در زمینه نیروهای ارتشی یا نظامی یا همه اینا، معمولا یکی از معتبرترین مدارک همین مدارک شرکت سنس هستش. اصلا زمینه تخصصی اون کار کردن در زمینه امنیت اطلاعات هستش و اگر کسی میخواد وارد این مقوله امنیت اطلاعات بشه، یعنی در زمینه هم یکی از شرکت های خیلی معتبر محسوب میشه. یک شرکت دیگه هم داریم، شرکت جی آی ایس هست، که بتونم در مورد اون توضیحات کامل خواهم داد فعلا. برای در همین حد از من قبول کنید که شرکت سنس یک شرکت معتبر در زمینه صدور، مثلا سادش رو بگم، اگر مثلا بخوایم واقعیت بگیم، حتی نیروهای خبره خیلی از شرکت های مثلا امنیتی و سازمان های امنیتی دنیا در از همین دانشجویان این شرکت های مثل سنس اینا میشه گفت انتخاب میشن. مثلا اگر مثلا از شرکت های معتبر بگید خودتون، تحقیق اف بی آی میشه گفت، مثلا شرکت های مثل خود همون سازمان های امنیتی مثل CIA، مثل MIC، اکثر نیروهای خود امنیتی شبکه و ایناشون از داخل این دانشجویان دوره های سنس میگذرونن و از این سنس ها نیرو میگیرن. دوره های خیلی معتبری هستش این دوره سنس 504، یا اینطوری میگن سنس سک 504. ببینید، اینا یه دوره های معتبر بین‌المللی هستن. معمولا سنز سک هم نوشته میشه، اینجا می نویسن سن سک 504، که مربوط به مباحث هک تولز و تکنیک ها، اکسپلویت ها و اینسایدنت هندلینگ یا هندل کردن تصادف ها و حادثه ها هستش. مدرک بین المللی سنسک 504 مدرک GCIS هستش، که از طریق شرکت GIS صادر میشه. من اگر بخوام الان نمیتونم توی این وقت کوتاه در مورد شرکت GIS بهتون توضیح بدم، انشاءالله در جلسه بعد به طور مفصل در مورد شرکت GIS توضیحاتی دارم در که چرا این شرکت و چگونه مدارک بین‌المللی رو صادر میکنه. مثلا میشه گفت مثلا ما این شرکت سیسکو رو داریم که داره مدارک شرکت سیسکو رو صادر میکنه. این هم یه شرکتی هستش و یه مجموعه هست، مثلا یه سازمانی هستش که در زمینه صدور مدارک بین‌المللی امنیت اطلاعات
عمل میکنه. شما اگر جایی برید و بگید من در زمینه امنیت اطلاعات میخوام کار کنم، مطمئن باشید اگر اولین مدرکی که از شما خواهن خواست مدرک سنسک 504 یا مدرک GCI اچ هستش. ببینید تا مدرک های دو تا مدرک اول سی اچ و پی در بگیو کاینا، خب مدرک های در سطح مقدماتی آکادمیک هستن، اما از مدرک سنس 504 به بعد تقریبا یک مدرک متوسط در زمینه امنیت اطلاعات میشه و مدرک بعدی مدرک سنسک 560 هستش که جز مدارک اکسپرت کورس محسوب میشه. ببینه یه مقدار این آیکونایی هم که برای شما گذاشتم، اینا سرتیفیکیت هایی که صادر میکنن، یه سری اینطوری مدارکی که به شما میدن. این آرم سنسک 504 هستش و این شکل سرتیفیکیتشه و سنسک 560 هم که یک دوره اکسپرت کورس محسوب میشه. بذارم این مقدار در مورد شرکت سنس هم بهتون این جلسه توضیحاتی بدم. اگر بخواید بگید سرتیفیکیت های شرکت سنس رو ببینید، میتونید به راحتی وارد مگوگل شرکت سنس، اینجا علامت گذاشته بودم، وارد سایت sans.org بشید و از قسمت sans.org وارد بحث های کورساش بشید و ببینید چقدر کورس های امنیتی داره. اما این هایی که من دارم به شما میگم، چون اینا بر حسب گفتم چهار دسته بندی کلی افنسیو سکیوریتی و فارنزیک سکیوریتی و دیفنسیو سکیوریتی و بعد منیجمنت، تقریبا چهار دسته کلی که اصلا تقسیم بندی شده. من این مدارک که دارم به شما میگم، این مدارک در حقیقت چند جز معتبرترین مدارک و مطرحترین مدارک در زمینه این چهار تا دسته بندی هستش. مثلا اگر شما از کسی بپرسید در زمینه تست نفوذ واسه افنسیو سکیوریتی کدوم مدرک ها معتبر، مطمئن باشید میگن سی اچ و پی دبلیو کا و سک 504 و سک 560. یعنی اول طرف سی اچ رو باید بگذرونه، بعد پی دبلیو کا یا بحث همین تست نفوذ با کارینوکس رو بگذرونه، بعد دوره سک 504 یعنی دوره تقریبا هک متوسط دوره سنس رو بگذرونه و دوره های و از دوره های اکسپرتش هم میشه دوره سک 560. بعد از این دوره ها شما که این دوره ها رو گذروندید، بذارید من آخر سر این رو جمع بندی میکنم بهتون میگم. بعد دیگه گرایش انتخاب میشه. گرایش انتخاب میشه، میگه طرف من، خب ببینید این یک نفر اگر بخواد در زمین اطلاعات یا یک کارشناس امنیت اطلاعات بشه یا یک افسر ارشد امنیت اطلاعات میخواد تبدیل بشه و باهاش کار کنه، بعد از اینکه 4 سطح امنیتی اطلاعات و گذرون، یعنی این دوره هایی که الان بهتون میگم در زمینه تست نفوذ و بحث های فارنزیک و دیفنسیف و بعد مدیریت امنیت اطلاعات اینا رو گذرون، این 4 تا سطح رو که گذرون، بعد میاد گرایش واسه خودش انتخاب میکنه. این گرایش ها تقسیم میشن، بهتون توضیح خواهم داد در جلسات دادیم. گرایش ها تقسیم میشه به این بس که یکی میگه در زمینه امنیت اطلاعات در وب کار میکنه، یکی میاد در امنیت اطلاعات در زمینه مثلا شبکه های وایرس کار میکنه، یکی سری آدم ها میان در زمینه امنیت اطلاعات شبکه های مامور کار میکنن، یه سری اطلاعات میان در زمینه امنیت اطلاعات اپلیکیشن های موبایل کار میکنن. و وقتی که صحبت میکنن میگن آقا من مثلا یک کارشناس امنیت اطلاعات هستم، با گرایش اون دوره های نهایی که داره میگذنه گرایش طرف رو چکار میکنه در این زمینه مشخص میکنه. بازم به دوستانم بگم یکی از الان این دوره های امنیت اطلاعات یکی از معتبرترین مدارک تقریبا در زمینه کامپیوتر اینا هستن و واقعا چه جامعه ما و چه اگر دوستانی که بخوان در آینده مهاجرت بکنن، هم از لحاظ امتیازی و هم از لحاظ کاری خیلی بازار کارشون در سطح دنیا زیاده. بعد درآمد اصلا این نیروها نسبتا نیروهایی که در زمینه امنیت اطلاعات کار میکنن یک سر و گردن از لحاظ درآمدی نسبت به سایر مباحث کامپیوتر و شبکه، درآمدشون معمولا در سطح دنیا چی هستش؟ بالاتر هستش. و بعد یه نکته هم بهتون بگم، مثلا یکی میاد امنیت اطلاعات رو میگذرونه، مثلا یکی از دانشجویان من هستن رابطه برنامه نویس دارم، میگه من میخوام دوره امنیت اطلاعات رو بگذرونم اما با گرایش مثلا دوره های چی وب. خب یک دوره های میاد این دوره رو میگذرونه، بعد گرایش انتخاب میکنه رو وب و تخصصا میگه وارد بحث های چی میشه وب میشه. خب
بعد ببینید چقدر مدرک داره. مثلا من این سه کاری که به شما گفتم، ببینید مثلا من سکه 524 رو گفتم، این مدرک هستش نگاه کنید. و یا سکه 560 ببینید، در دوره های اکسپرت هستش. سکه 560 ببینید، اینم دوره سکه. ببینید هک توی خود سایت وارد بشه، بذار با فیلتر شکن وارد بشم، که متاسفانه یوتیوب فیلمای توضیحات هر دوره به صورت ویدیویی اینجا هستن. خودتون میتونید برید یه نگاهی به این ویدیوها بکنید. اگر بیارد بذار من یه دموی از این دوره ها رو به شما نشون بدم. ببینید میتونید قشنگ برید مثلا این دوره چندش هستش. این دوره 3564 یه همون دوره اکسپرتشه، Network Penetration Test Nation یا هکینگشه، که دوره تخصصیه، دوره اکسپرت هستش، دوره پیشرفته امنیت اطلاعات هستش، در از دوره های نهایی محسوب میشه. کسی که میخواد اینو بگذرونه بزنید قشنگ اینجا براتون کل خلاصه دوره رو توضیح میده، امکانات دوره رو توضیح میده و میگه که واسه این برید پارتاش سیکشن ها چندش رو براتون چیکار کرده توضیح میده. نگران نداشته باشید، من الان در اگر امروز برسیم که تو این جلسه، اگر نرسیم در جلسات آتی باز میکنم کامل سرفست را اینا رو بهتون توضیح خواهم داد و کلا در این دوره همه اینها رو چیه براتون تدریس خواهد شد. یعنی دوره هایی که میگم در این دوره امنیت اطلاعات که با ما هستیم براتون تدریس میکنم. خب اینم دوره 504 هستش. تقریبا از اگر بخواستیم بگیم تقریبا از ببینید information این قسمت offensive security این CA talk بعد pentesting with Kali Linux و مدرک GCIA تو یا همون سکه 504 و سنس 560. تقریبا اگر از هر کسی که در زمینه امنیت اطلاعات خبره باشه بپرسید بهتون میگه حتما در زمینه آفنسیو سکیوریتی یک نفر باید 4 تا مدرک حداقل گذرونده باشه. حداقل دید خیلی مدارک داریم، اما حداقل 4 تا مدرکی نیستش و معمولا در اکثر آموزشگاه های چه داخل کشور و چه آموزشگاه بین‌المللی همه دانشجو اکثرا به صورت پیشنهادی 4 تا دوره رو بهشون میگن. خب بریم در بحث جرم شناسی و بحث های مربوط به پاسخگویی به حوادث. میشه بهتون گفت که در بحث های فارنزیک و بحث های مربوط به جرم شناسی و مقابله با حوادث، اولین مدرکی که میشه در این زمینه بهتون گفت مدرک معتبر CHFI هستش، الان توضیح خواهم داد، و مدرک سنس ورسه که 500 که یکی از معتبرترین زمینه. من ببینید این مربوط به این میشه که خب مثلا نفوذی انجام شده، هکی انجام شده، شما میگید برای اینکه جرم رو شناسایی کنید و پیدا کنید که هک چه مثلا این هک چه تخریبایی روی شبکه انجام داده، یا مثلا در حین هک متوجه این شدید و در این مواقع که سیستمی هک شده یا سازمانی هک شده شما چه پاسخگویی حوادث یا چه اقدامات امنیتی رو باید در این زمینه انجام بدید که جزء بحث‌های سکیوریتی فارنزیک محسوب میشه. و اولین و معتبرترین مدرک در این زمینه اینا که گفتم بهتون معرف هست اینجا دوره بازرس قانونی جرائم رایانه‌ای هستش، CHFI هستش، یعنی دوره هستش که مربوط به دوره بازرسی قانونی جرائم کامپیوتری هستش یا CHFI هستش، یک مدرک معتبر بین‌المللی هستش در این زمینه. و مدرک بعدی که ما در این زمینه داریم مدرک سنسفور 500 هستش که یکی از جالب‌ترین دوره هایی هستش که من خودم شخصا این دوره رو گذروندم و یکی از مطمئنم شما دانشجویان این دوره علاقه زیادی پیدا خواهید کرد، محبوب به ویندوز فارنزیک آنالیزیس هستش یا تحریر فارنزیک ویندوز یا تحلیل جرم شناسی ویندوز. یک دوره خیلی جالب هستش با ابزارهای خیلی جالبی که اون وقت خواهید دید که چقدر میشه در زمین امنیت اطلاعات اینا برای آدم جذاب باشه موضوعات. خب بعد بحث بعدی که ما داریم بحث خب بعد این موضوعات اگر بیایم اول یادتون باشه اینجا بود، خب بحث های دیفنسیو سکیوریتی و بحث های مقابله با اتک، در مقابل اتک بارها حمله و
تست نفوذ رو یاد میگیرید. اینجا اینو یاد میگیرید که اگه جرمی رخ داده برید جرم رو شناسایی کنید، یا اگر هکی اتفاق داده برید هک آنالیز کنید، جرم آنالیز کنید، یا اگر مثلا در مقابل یه مثلا به فرض بر مثال در مقابل یک حادثه هکی که اتفاق افتاده شما چه نوع پاسخگویی هایی باید انجام بدید رو تو این دوره گفتم سکیوریتی اند فارنزیک بررسی میشه. اما بحث های دیفنسیو سکیوریتی بیشتر ما به بحث های چی هستش؟ بحث های مقابله با اتک، یعنی بیایم یک سازمانی رو، یه سیستمی رو، یه منطقه یا یک پدافندی رو یه جوری تامین امنیت کنیم که بتونه در مقابل هک ها و اینا از خودش دفاع کنه. مدرک بین‌المللی این دوره، مدرک بحث در بحث های دفنسیو سنس 503 هستش، یا به عبارتی سنس 403 که 503 جزء مدارک دفنسیو سکیوریتی محسوب میشه و این مربوط مدرکی که اینجا داریم این مدرک همون 503 هسته. بذارید بگیم تو قسمتش بهتون توضیح بدم اینو. خب سنس 3 که 503 هستش، Intrusion Detection in Depth. Intrusion یعنی میشه در حقیقت، اگر بگیم گفتم دیگه بحثای مقابله با نفوذ و پروتکشن هستش، مقابله با نفوذ هستش، اون مدرکش هستش. و مدرک بین‌المللی این هم GCIA هست، GCIA، و آرم مدرکش هم اینه، سرتیفیکش هم این شکلی هستش. و در نهایت رسیدیم به مدارک چی؟ در زمینه امنیت اطلاعات، مدیریت امنیت اطلاعات. ما در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات مدارک زیادی داریم، اما اگر بخوام جز دو تا معتبرترینش رو بهتون بگم، با سه رشته های دقت کنید، با سه رشته هایی که آخه ببینید این مدارک مدیریت امنیت اطلاعات یه جا گرایش پیدا میکنه تو زیر زمین زیر شاخهای مدیریت فناوری اطلاعات. در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات مدرک ISMS صادر میشه واسه کسای غیر تخصصی یا مثلا کامپیوتر اینا کار نکردن، اینا مثلا حرفه ای. اونا دوره های چی رو میگذرنن؟ دوره های ISMS جزء در واقع زیر شاخه های مدیریتی محسوب میشه، Information Security یا ISO 27001 محسوب میشه. این مدرکی هستش که مثلا اکثرا به مدیران فناوری سازمان های اینا هم حتما میگن که شما باید دوره های ISMS رو بگذرانید. و یه دوره پیشرفتی ISMS هم از دوره کوبیت هستش، من اینجا یادم رفت اینو بیارم، یه دوره هم داریم به نام اینا واسه مدیران فناوری تر میگن دوره های کوبیت هم باید چیکار کنید بگذرن، که ما این دوره ها رو کلا در مصطلح فنی چیه کوبیت کوس، دوره های کوبیت کوس هستن. تقریبا میشه گفت دوره کوبیت کوس دوره پیشرفته ISMS میشه. اما اینو داشته باشه، اینها دوره هایی هستن که زیر شاخه های دوره های مدیریت فناوری اطلاعات هستن، یعنی نه زیر شاخه های فنی مهندسی. اینا بیشتر روی مباحث توریک و مباحث توری مطالب تخصص پیدا میکنه، نه روی بحث عملی یا کارهای عملی در این زمینه. اینا دوره های کوبیت و عکسش هم میتونم اینجا اضافه کنم، یادم رفته. اینا این کوبی سرتیفیکیشن من هستش، بذارید اینم ما بیاریم، یادمون رفته بود به همین به این پاورپوینت مون ببینم چیکار کنه. ببینم مدرک کوبی هستش. خب که اینا جزئی دو تا مدرک بیشتر بحث های توری هستن و واسه بحث های مدیریت فناوری اطلاعات رو میگم، مثلا مسئولین آی تی یا مثلا رؤسای واحد های فاوای مجموعه ها و اینا بیان این دوره های الان اعزام هستن کردن که این دوره های ISMS و کوبیتو چیکار کنن بگذرونن. اما این دوره که من دارم به شما میگم اینها خب آسونن، دوره های توری هستن و خیلی آسونه، این دوره ایزو و ISMS و کوبیت، و بیشتر روی مباحث توریک و توری و فلسفه های ماهیت های کانسپت های امنیت اطلاعات تمرکز پیدا کرده اینها، و اصول ها و قانون ها و رول ها و نقش ها و عملیات هایی که در سازمان باید بسه نحوه پیاده سازی یا ISMS در سازمان یا کوبیت در سازمان بررسی میشه و چیکار میکنه بررسی میکنه. اما مدرکی که در زمینه رشته های فنی و تخصصی، یعنی در زمینه فنی تخصصی، یه نفر میخواد یکی از معتبرترین مدارک در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات ما، مدرک
SSPI SSP می با هستش که میشه Certificate Information Security Professional، یک دو تقریبا میشه دوره تخصصی امنیت مدیریت امنیت اطلاعات، یکی از معتبرترین مدارک بین‌المللی در زمینه چی هستش، امنیت اطلاعات است. خب ما یه جنبندی بهتون بکنیم اینا رو. من از این همه توضیحاتی که بهتون دادم هدفم این بود که اینو بهتون بگم، یک نفر که میخواد در زمینه امنیت اطلاعات و یا هک کار کنه، منظور از ما از هک این نیست که کسی هک رو یاد بگیری به یه سیستمی رو هک کنه، نه اصلا هدف ما این نیست. هدف ما بیشتر بحث مقابله با نفوذ و مقابله از شبکه هستش. خب مجبورا باید هک رو یاد بگیرید که بتونید در مقابل هک سازمان یا شرکت یا سیستم های خودتون رو محافظت کنید، اصولش رو باید بدونید که بتونید جلوش رو بگیرید. اما هدف از این دوره هستن بحث های اینطوری که جایی رو هک کنیم و اینا نیست و این اشتباه نکنید. و وقتی این بحث هک و امنیت اطلاعات و همه فکرشون میاد یه کامپیوتر نفر پشت کامپیوتر نشسته اینترنت میکنه واردش خرابکاری های میکنه، در مجموع نه خیر، اصلا اینطوری نیست. یکی از پردرآمدترین گرایش های کامپیوتری بحث امنیت اطلاعات هستن و کارشناس های امنیت اطلاعات واقعا درآمد های خیلی خوبی در زمینه کار با کامپیوتر دارن. بعد همین اگر کسی میخواد ساده بهتون بگم، بگه آقا من امنیت اطلاعات بلدم، حداقل باید این چندین تا مدرک رو ببینید، 1 2 3 4 5 6 7 و 8، این 8 مدرک رو چیکار کنه، حداقلش باید بگیره که بگه آقا من الان اصول و مفاهیم پای امنیت اطلاعات چیکار کردم، یاد گرفتم. خب بعد میاد واسه خودش گرایش انتخاب میکنه که در جلسات بعد بهتون توضیح خواهم داد که مثلا یه نفر میاد بعد اینکه این دوره ها رو گذروند، این دوتا دوره کاری با اینا نداریم، چون دوره های کوبی تو آی اس ام اس درست ما در مستقیم فنی دوره ها رو آموزش میدیم، اما اینا بیشتر واسه نیروهای مثلا خب میدونید دیگه ما دو نوع رشته، یکی رشته مهندسی فناوری اطلاعات داریم، یکی دوره هایی هست مدیریت فناوری اطلاعات. این دوره های آی اس ام اس و کوبیت رو بیشتر واسه دوره های مدیریت فناوری اطلاعات، یعنی دوره هایی هستن که مثلا بعضی از گرایش هستن رشته های انسانی میان تو دانشگاه میخونن و اینا رو برشون برگزار میکنیم. اما این دوره سی آی اس اس پی این دوره تخصصی امنیت اطلاعات برای رشته های مهندسی فناوری اطلاعات هست. شما بفهم میکنه با این من 8 تا مدرکی شمردم، منظورم اینا بود، این مدارکی که دارم روشون کلیک کن. به ترتیبم کسی که میخواد میگذرونه دقیقا به این ترتیب باید آموزش رو ببینه، اول دوره سی اچ آموزش میبینه، بعد دوره کاری لینوکس آموزش میبینه، بعد دوره سک 504 آموزش میبینه، بعد میاد دوره سی اچ اف آی آموزش میبینه، بعد دوره بهتون بگم سنس فور 500 آموزش میبینه و در نهایت دوره از دوره های دیفنسیو سکیوریتی سنه 503 رو آموزش میبینه و میاد دوره CCISP سکیوریتی رو آموزش میبینه و در نهایت با دوره سنس 560 سک چیکار میکنه، آخر دوره امن اکسپرت این محسوب میشه، این دوره ها تمام میشن و بعد ما به طرف بر اساس علایقی که خودش داره بهش میگیم آقا ما پیشنهاد میدیم تو برو در زمینه امنیت اطلاعات در گرایش تخصصی خودت. مثلا یه نفر میبینیم به شبکه و سیسکو اینا رو آگه داره، میگه ما برو در زمین امنیت اطلاعات شبکه کار. میبینیم یه نفر با میکروتیک و وایرس و اینا خیلی خوب کار میکنه، بهش توصیه میکنیم برو در زمینی امنیت اطلاعات وایرس کار کن. یکی میبینیم به برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایل یا مکر آگه داره، بهش میگه ما تو برو در زمینی امنیت اطلاعات چی کار کن، مثلا اپلیکیشن های موبایل کن، هر کم سرتیفیکیشن های جدا داره. یا یکی میاد میگه من به سیستم عامل های ویندوز و لینوکس مثلا مدیریت مثلا دوره های MCSE یا LP کراره دارم، خب میگه ما دو برو در زمینی امنیت اطلاعات لینوکس کار کن یا در زمینی امنیت اطلاعات ویندوز کار کن. خب یا یه نفر میاد به ما میگه که آقا من به فرض بر مثال در زمینه های مثلا میخوام بازرس امنیت اطلاعات بشم و اینا، مثلا بحث بازرسی هم داریم، مثلا بهش میگیم ما مدرک CISA رو بیا مثلا بگذرون اینا، یه در زمینه بازرسی امنیت اطلاعات هم چیه تبحر پیدا کنه. خب این یه خلاصه، ببینید سعی کردم در این ویدیوی مثلا حدودا نیم ساعته بتونم به صورت سریع دوره هایی که لازمه یک کارشناس امنیت اطلاعات بگذرونه که واسه هر فیلای گسترده از امنیت اطلاعات داشته باشه. در نهایت بازم تاکید میکنم دوستان،
واقعا اینطوری نیست که شما یک شب بخوابید و صبح بلند بگید من شدم یه همکارش ناسم یا یه هکر شدم. اینا همش توهمه. ببین فیلم های هالیوود رو نگاه نکنید، واقعا در عمل اینطوری نیست. این مثل باید استپ بای استپ این دوره ها رو بگذرونید، این پایه هاتون تقویت بشه. بعد اگر این دوره های امنیتی رو گذروندید و تقویت شدید، مطمئن باشید یک بازار کار گسترده برای شما پیش رو خواهید داشت و میتونید درآمد های خیلی خوبی از این داشته باشید. من چندین تا از دوستای صمیمی خودم در زمینه امنیت اطلاعات در سطح کشور و دو سه نفرشون حتی در خارج از کشور دارن کار میکنن، واقعا از زمین کاری خودشون رضایت کافی دارن و خیلی راضی هستن. و اصلا بحث امنیت اطلاعات یک بحث خیلی جذابی هستش و واقعا اگر وارد دوره های امنیت اطلاعات بشید، من بهتون قول میدم که شما عاشق این دوره ها خواهید شد، چون یه دوره هایی هستن جذابیت خاصی داره و اصلا خسته کننده نیستن. درسته یه مقدار خوب سنگین هستن، چون دوره های اصلا امنیت اطلاعات یه مقدار جز دوره های در حقیقت رده متوسط محسوب میشه. اما من یه توصیه هم به دوستان دارم، دوره های کسایی که میخوان وارد دوره امنیت اطلاعات بشن، حتما حتما حداقل باید یک دوره نتورک پلاس رو گذرانده باشن و به صورت همزمان با همین دوره که میگذرونن، حتما یه دوره از سیسکو یا یک دوره مقدماتی ویندوز سرور و یه دوره مقدماتی لینوکس APK1 رو باید چکار کنن. یا به صورت موازی با همین دوره بگذرونن یا قبلا باید اینا چکار کار کنن، چون در حقیقت دوره های امنیت ده یه دوره های در سطح متوسط میشه. و یه توصیه هم دارم به دوستان، واقعا خب یه مقدار دوره ها چی هستش، دوره های نسبتا مطالبی که در این دوره ها آموزش دارن یه مقدار مطالب به قول خودمون کسی یه مقدار باید پشتکار خیلی خوبی داشته باشه و یه مقدار مباحث دوره های مقداری سنگین هستش، یا به عبارتی باید فکرشون خوب کار کنه. یعنی این دوره ها کسایی باید وارد این دوره ها بشن که به قول خودمون اصلا مباحث خوب میدونی هک و اینا ارتباط مستقیم با هوش و استعداد افراد داره و معمولا کسایی باید وارد این موضوعات بشن که به گور خودمون خوب فکر کنن، چون واقعا یک استاد در این زمینه میتونه مطالب رو به طرف آموزش بده، اما نحوه فکر کردن رو من نمیتونم به افراد آموزش بدم. بعد همین توصیه هم اینه کسایی که وارد این دوره ها میخوان بشن، اول خودشون رو یه ارزیابی بکنن و بعد وارد این دوره ها بشن. با امید موفقیت شما در این دوره ها و آرزوی موفقیتتون. انشاءالله در جلسات بعدی من به صورت مفصل وارد هر کدوم از این سرفصل ها میشم. قبل از اینکه دوره رو شروع کنم، سرفصل های هر دوره رو، تعداد ساعت هر دوره رو، پیش نیاز های هر دوره رو بهتون خواهم گفت که یک اول به صورت گسترده یک ویو و یا به قول خودمون یه استراتژی کلی از دوره ها رو تو ذهنتون ایجاد کنید. بعد شروع میکنیم از دوره CH پیش میگیم و سرفصلاش رو بهتون توضیح میدم. امروز برای شروع میخوام از دوره CH و کاری این PWK رو بهتون توضیح بدم و در ویدیوهای بعدی و بعد در جلسات بعدی دوره های بعد رو بهتون توضیح خواهم داد.